سرخط خبرها احمد مسعود در پارلمان اتریش دنبال اسلحه و مهمات نیامدن مردم حمایت سیاسی نیاز دارند زنگ خطر به کشورهای همسایه افغانستان ورود گروه‌های تروریستی به تاجیکستان جان بولتن قابل پیش بینی بود که با بازگشت طالبان افغانستان پایگاه تروریست ها می شود. سلام دوستان، به یک از دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. احمد مسعود در پارلمان اتریش دنبال اسلحه و مهمات نیامدم، مردم حمایت سیاسی نیاز دارند. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت روز پنجشنبه هفته ثور همراه با جمع از اعضای جبهه مقاومت و همینطور منیجه باختری سفیر افغانستان در اتریش در پارلمان این کشور حضور یافت و با شمار از نمایندگان احزاب مختلف این کشور ملاقات کرد. احمد مسعود در سخنرانیش در این ملاقات با نمایندگان مجلس اتریش گفت: من اینجا به دنبال اسلحه و تجهیزات نظامی نیامدم. مردم ما بیشتر از هر چیز به حمایت سیاسی نیاز دارند. ما می خواهیم که کشورهای اتحاد اروپا با وضعیت وحشتناک افغانستان توجه جدی بکنند. مسعود در ارتباط با عملکرد طالبان طی 20 ماه سلطه بر افغانستان، وضع محدودیت‌های شدید از طرف این گروه علیه زنان، گسترش فقر و بیکاری در نتیجه سیاست‌های طالبان، حمایت طالبان از گروه‌های تروریستی مستقر در افغانستان و تهدیدهای احتمالی برای آینده کشورهای منطقه و جهان که ناشی از سلطه طالبان است، اطلاعات را ارائه کرد. مسعود گفت: مردم افغانستان و جهان توقع داشتند که طالبان با پایان دادن به ظلم و توجیه با جریان‌های مختلف سیاسی در افغانستان مذاکره و مصالحه کنند، اما با گذشت 20 ماه این اتفاق نیفتاد و طالبان همچنان به سیاست‌های ظالمانه خود ادامه می‌دهند. مسعود تصریح کرد که هرچند بحران افغانستان برای بسیاری از کشورهای دیگر در اولویت نیست، اما غفلت در زمینه کمک به حل بحران افغانستان خطرات بزرگ را در پی دارد. در این ملاقات نمایندگان حزب سبزها، حزب مردم و حزب سوسیال دموکرات حضور داشتند و هر کدام در مورد وضعیت افغانستان، مسئولیت دولت‌های اروپایی و به ویژه دولت اتریش برای کمک به افغانستان و همچنین لزوم حمایت از نیروهای دموکراتیک در افغانستان صحبت کردند. احمد مسعود در مورد خطر تداوم سلطه طالبان بر افغانستان هشدار داد و گفت: طالبان نه تنها برای افغانستان بلکه برای بسیاری از کشورهای جهان خطر آفرین است و با تداوم سلطه این گروه خطر واقعی متوجه کشورهای منطقه جهان از جمله اتحادیه اروپا و آمریکا است. مسعود گفت: در افغانستان گروه های مختلف تروریستی فعالند که برای حمله بزرگ دیگر آماده می شوند. رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان هشدار داد که تفاوت میان عملکرد طالبان، داعش و القاعده وجود ندارد و دولت های جهان باید متوجه خطر افزایش قدرتگیری این شبکه ها باشند. در همین حال مسعود افزود که با سلطه طالبان بر افغانستان فقر و بیکاری رو به گسترش است و بخشی از مردم به دلیل ناامیدی از بهبود اوضاع مهاجرت می کنند. نمایندگان پارلمان اتریش در صحبت‌های خود با تاکید بر تداوم ارائه کمک‌های بشردوستانه از طرف دولت‌های غربی به افغانستان گفتند که باید دقت شود که این کمک‌ها مورد سوء استفاده طالبان قرار نگیرد. این نمایندگان همچنین تصریح کردند که دولت‌های اروپایی باید برای کمک به مردم افغانستان به گزینه حمایت از نیروهای دموکراتیک در افغانستان که علیه طالبان می جنگند نیز فکر کنند. این نخستین بار است که نمایندگان پارلمان یک کشور اروپایی در مورد حمایت از نیروهای دموکراتیک علیه طالبان در افغانستان می جنگند صحبت می کند. هرچند پیش از این برخی نمایندگان کنگره آمریکا نیز تاکید کرده بودند که باید از نیروهای جبهه مقاومت در افغانستان حمایت شود، اما در پارلمان های کشورهای اروپایی به ندرت به صورت علنی در این مورد صحبت شده است. زنگ خطر به کشورهای همسایه افغانستان ورود گروه های تروریستی به تاجیکستان.
در روزهای اخیر چند گروهی از ترورستان تاجیک از مناطق مرزی افغانستان وارد خاک تاجیکستان شده تا حملات تروریستی را در خاک این کشور راه اندازی کنند. درست پیش رئیس امنیت ملی ولایت بدخشان تاجیکستان در نبرد با ترورستان کشته شد. کمیته امنیت ملی این کشور نیز خبر کشته شدن او را تایید کرد، اما گفت که دو ترورست نیز در نبرد با نیروهای امنیت ملی این کشور کشته شدند و یک ترورست دیگر از این گروه 3 نفری فرار کرده و جستجوی نیروهای این کشور برای یافتن او دوام دارد. همزمان منابع معتبر از ورود یک گروه 8 نفری ترورستان گروه انصارالله به کشور تاجیکستان خبر می‌دهند و گفته این منابع این ترورستان با خودشان اسلحه و مواد انفجاری دارند. یک تلویزیون محلی تاجیکستان به نقل از منابع خود گفت ترورستان که در نبرد با نیروهای امنیت این کشور کشته شدند پرچم انصارالله را به سرهای خود بسته داشتند و از نزد هر کدامشان 1 میل اسلحه به دست آمده است. با این حال منابع معتبر امنیتی به خبرگزاری صدای افغانستان خبر می‌دهند که چند گروه ترورستان خارجی از ولایت تخار و قندوز نیز در حال برنامه ریزی هستند تا وارد خاک تاجیکستان شوند. به قول منابع ترورستان خارجی 4 شنبه شب 6 آمل در خانه مامور حسن در شهرستان دشقلی ولایت تخار نشست را برگزار کردند تا زمینی ورودشان به خاک تاجیکستان را بررسی کنند. به قول این منابع گروه دیگر از این ترورستان خارجی در شهرستان امامسای و ولایت قندوز نیز آمادگی عبور به خاک تاجیکستان را دارند. منابع افزودند که مسئولان محلی طالبان نیز با این ترورستان خارجی در تماسند و آنان را همکاری می کنند. در کنار فعالیت ده‌ها گروه ترورستان خارجی در مرزهای افغانستان و تاجیکستان در ولایت‌های بدخشان، تخار، قندوز و بلخ، گروه طالبان تاجیکستان نیز پس از پیروزی طالبان بر افغانستان اعلام موجودیت کرد. شعار این گروه نیز مبارزه مسلحانه علیه حکومت تاجیکستان است. هرچند که فرماندهان محلی طالبان پیش از این تاجیکستان را بارها به حمله‌های مسلحانه تهدید کردند، اما مقامات این گروه به کشورهای همسایه افغانستان وعده داده بودند که بعد ترورستان خارجی اجازه فعالیت را در مرزهای مشترکمان نخواهند داد. جان بولتن قابل پیش بینی بود که با بازگشت طالبان افغانستان پایگاه ترورست ها می شود. مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا در دوران ترامپ می گوید کاملا قابل پیش بینی بود که با بازگشت طالبان جنگجویان ترورست خارجی در افغانستان پایگاه بسازند و حملات جدیدی را در سرتاسر جهان طراحی کنند. جان بولتن از ترامپ و جو بایدن به خاطر توافقنامه دوحه انتقاد کرده است. آقای بولتن در یادداشتی که روز شنبه در نیویورک پست منتشر کرده میگوید در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رهندگان باید بایدن و ترامپ را مسئول خطرات تروریستی جدید افغانستان بدانند. سپاس که تا این دم با ما بودید. تا ویدیوی دیگر، بدرود.